در پی شهادت جمعی از شیعیان مظلوم پاراچنار، مجموع رسانه امام حسین علیه السلام بیانیه‌ای صادر نمود. در این بیانیه، مجموع رسانه امام حسین علیه السلام ضمن عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و ابراز همدردی با خانواده های شهدای این فاجعه، این جنایت را محکوم نمود. متن این بیانیه بدین شرح می باشد: انا لله و انا الیه راجعون. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر، ارواح له الفدا و مراجع معظم تقلید به ویژه مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله، ضمن محکوم کردن جنایت به شهادت رساندن و کشتار جمعی از شیعیان پاراچنار، خود را در غم و رنج خانواده های شهدای این جنایت شریک دانسته و از خدای متعال رحمت و مغفرت و هم جواری با 14 معصوم علیهم السلام در روز قیامت و صبر و اجر برای بازماندگان آرزو دارد. بار دیگر دست یزیدیان، امویان، بنی عباس و دشمنان دیرینه اهل بیت علیهم السلام از آستین عوامل منحرف وهابیت بیرون آمد و این بار تعدادی از شیعیان بیدفاع و غیر نظامی و مظلوم را در منطقه پاراچنار پاکستان به خاک و خون کشیدند. انتظار می رود که دولت پاکستان نسبت به بررسی این موضوع و برخورد با خاطیان به منظور جلوگیری از تکرار این گونه جنایات کمیته ویژه‌ای تشکیل دهد. این جنایات نه تنها قلب شیعیان بلکه همه مسلمانان و انسانهای آزاده در سراسر دنیا را به درد آورده است. لذا مجامع حقوق بشری و دولت‌های دنیا نباید در برابر این گونه جنایات بی‌رحمانه و غیر انسانی سکوت کنند. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی، از مشهد مقدس پیرامون تحلیل این رخداد با ما همراه هستند. آقای جمشیدی، سلام و عرض ادب. بله، ممنونم جناب جمشیدی. لطفاً در رابطه با راهکارهای مقابله با حوادثی نظیر آنچه که در پاراچنار اتفاق افتاده و تلاش گسترده برای قتل عام و نسل کشی با انگیزه نفرت پراکنی مذهبی، دیدگاه های خود را بیان بفرمایید. بله، بفرمایید. پاکستان نیست، خب این اتفاق در هندوستان هم خب ما سالهای سال هست که درگیرش هستیم. مسئله کشمیر باز تنها در اونجا نیست، در خیلی از کشورهای دیگه که من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم این اتفاق میفته، از دیرباز هم بوده. یعنی کشمکش های مذهبی، کشمکش های دینی، من فکر میکنم بگذاریم از اینکه یک بخشش ممکنه دسیسه باشه، یعنی واقعا کسانی باشن که این افراد رو تحریک میکنن که به جون همدیگه بیفتن، یعنی علل و عوامل خارجی باشه. یک بخش هم که برمیگرده به ضعف دولت ها، یعنی اگر دولت پاکستان واقعا قوی باشه و خوب عمل بکنه میتونه مانع خیلی از این کشمکش ها و درگی ها باشه. یک مشکل عمده ای که این وسط ما داریم، من فکر میکنم بیشتر ناشی از حق پنداری هر کدام از ما هست. یعنی وقتی که جمشیدی خودش رو حق میپنداره، دیگه با شما نمیشینه گفتگو بکنه، با شما نمیشینه حرف بزنه. درسته ما مسلمان هستیم، ولی لیکن اسلام در اینه که دین حق تردیدی نیست، ولی لیکن آیا من تمامی شاخصهای اسلام رو من دارم؟ یعنی شما خودتون اگر برگردید تاریخ نگاه بکنید، کشمکشی که یهودی‌ها داشتن با عیسی مسیح علیه السلام سر همین بود. اونها فکر میکردن که یهودی هستن و عیسی مسیح کسی هست که در مقابل اینها آمده، یعنی در مقابل پیغمبر ایستادن، به خاطر اینکه اونها خودشون رو حق میپنداشتن. الان کشمکشی که در خیلی از کشورهای اسلامی رخ میده همینه، یک عده افتادن جلو که آقا ما حق هستیم، ما درست هستیم، ما آن چیزی هست که پیامبر فرموده، آن چیزی هست که خدا فرموده، در نتیجه هر کس که در مقابل ما باشه میشه نه. خب این کشمکش و وضعیت رو ایجاد میکنه که ما الان هستیم. یعنی من باید بدونم اسلام یک چیزی هست، من هم یک چیزی دیگه ایم. من تلاش میکنم تا بشم مسلمان، من تلاش میکنم تا بشم مؤمن، من تلاش میکنم تا بشم مثلا پیرو عیسی مسیح، من
معلوم نیست که واقعا پیرو عیسی مسیح باشم، معلوم نیست من واقعا پیرو پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشم. یک نکته دیگه که ما کمتر بهش توجه میکنیم، توجه به اون دستوراتی است که خداوند متعالی پیامبر اکرم فرموده. یعنی ما بین باورهای خود و عملمون فرق میگذاریم، تفکیک میکنیم، جدا میکنیم. اگر اسلام یک دینی هست به عنوان سلم، یعنی سلامتی میاره، خب ما باید این سلامتی رو بره هم دوربری خودمون که بخوایم دیگه. فرق نمیکنه ما بالاخره حنفی باشیم، میخوام شافعی باشیم، میخوام هر پیرو و هر ادیانی باشیم دیگه، بالاخره ما مذهبی هستیم، همه ما در دور یک بالاخره میز جمع شدیم، هر کس با یک اعتقادی با یک مذهبی. ما وقتی میتونیم از اعتقادات خودمون دفاع کنیم که سالم باشیم، ما وقتی میتونیم برای اثبات عقاید خودمون، وقتی که ما یک طرف درگیر هستیم و به تعبیری بند خود میگفت که همه دیندارها دارن برای اینکه اثبات بکنن که دین برای صلح و آرامش آمده آدم میکشن، خب شما با این آدم کشی چی کاری، چه اتفاقی در جهان میندازید؟ یعنی مردم نفرت پیدا میکنن. یعنی منی که بیرون به عنوان ناظر هستم، برای مهم نیست که شیعه هست یا سنی هست، یعنی برای من این برایند دینه، برایند اسلامه، این از دین زده میشن. ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون تحلیل این رخداد دعوت ما را پذیرفتند.